سلام بینندگان تلویزیون کانال یک و همچنین برنامه رمز پیروزی. در آغاز هفته دیگر خوشحالم که بار دیگر با شما عزیزانم به خصوص همیهنانمون در ایران از این طریق در ارتباط قرار میگیرم و اون چیزی که فکر میکنم در رابطه با مسائل کشورمون اهمیت داره و موضوع روز اون رو با شما در میان میگذارم و طبیعتاً همه اون چیزهایی رو که در این برنامه شما میشنوید سرانجام به یک موضوع جدی روز تبدیل خواهد شد و اون در رابطه با مسئله چگونگی رفتار و تصمیم گیری مردم ایران و گروه های سیاسی اپوزیسیون در یک چنین شرایطی است. اما پیش از اینکه به موضوع اصلی این برنامه که همانا مسئله انجام وظیفه ملی همه ما ایرانیان است در هر جا و موقعیتی که هستیم در وضعیت کنونی مسئولانه تر نسبت به گذشته و با چشم بازتری به مسائل کشورمون نگاه بکنیم و باز هم طبیعی است که در این ارتباط نقش گروه های سیاسی و فعالان سیاسی و روشنفکران ما نقش موثرتری است. از یک بابت میگم موثر چون در هر جامعه جریانات سیاسی و افراد روشنفکر هستند که میبایست هوشیارانه تر به مسائل مربوط به جامعه خودشون فکر بکنن و مسئولیت بپذیرن و در شرایط حساس و سرنوشت‌ساز با مردم صحبت بکنن و اون چرا که در پیشه رو بتونن پیشا پیش به مردم نشون بدن و شرایط رو برای بهبود وضعیت و دور کردن خطر از جامعه اون رو بیان بکنه. اما با این مقدمه برمیگردم و به یک خبری که دیروز در مطبوعات و رسانه‌های آمریکایی به خصوص انعکاس نسبتاً وسیع داشت میپردازم و بعد همطور که عرض کردم به موضوع اصلی این برنامه. دیروز روزنامه وال استریت جورنال مطلبی رو منتشر کرد که بخشی از این مطلب برمیگشت به اتفاقاتی که در ماه شهریور در عراق افتاده بود. میدونید که در ماه شهریور ما گروهایی که با حکومت اسلامی ایران در ارتباط هستند هم در بغداد و هم در بصره موشک‌های رو به طرف منطقه‌ای پرتاب کرده بودند که سفارتخانه‌های آمریکا در اونجا مستقر هستند. اگرچه این پرتاب موشک‌ها منجر به کشته شدن کسی نشد، اما این روزنامه و سایر روزنامه و چندین روزنامه دیگر آمریکایی میگویند همون زمان جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از وزارت دفاع آمریکا خواسته است که در مورد این اقدام به اصطلاح نظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص به اصطلاح از در هم شکستن امنیت سفارتخانه های آمریکا چاره‌اندیشی بکنن و برنامه ریزی بکنن و پس از اون از وزارت دفاع خواسته شده از طریق همین آقای جان بولتون که نتیجه تحقیقات و تصمیمات خودش رو به کاخ سفید ارائه بده. گفته میشه که وزارت دفاع در این خصوص تحقیق میکنه، بررسی میکنه و گزینه‌های نظامی رو در اختیار همین هیئتی که جان بولتون مسئولش هست قرار میده، اما هنوز معلوم نیست که آیا این هیئت نتیجه به اصطلاح تصمیم گیری ها و فکری رو که در این رابطه وزارت دفاع کرده اون رو در اختیار کاخ سفید و رئیس جمهور آمریکا قرار داده یا نه. علاوه بر اون در همین روزنامه گفته میشه که سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در 29 شهریور ما گفته است که هر شهروندی اگر در عراق از طریق این نوع اقداماتی که انجام گرفته جان خودش را از دست بده ایران مستقیما مسئول این کار خواهد بود. و در همان روز تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری جان بولتون همونطور که عرض کردم از پنتاگون خواسته بود است که گزینه‌های حمله نظامی به ایران رو به کاخ سفید بده.
وال استریت جورنال این درخواست رو زمانی که مطرح میکنه، یعنی وقتی که این درخواست مطرح میشه از طرف آقای جان بولتون، نگرانی های زیادی در بین مقام های پیشین و فعلی امریکا به وجود میاد و تا به حال نکته که مهم به نظر میرسه اینه که این مطالب رسانه‌ای نشده. یعنی وال استریت جورنال این گزارش رو از طریقی تهیه کرده، به هر حال بهش دست پیدا کرده، اما اشاره میکنه در این حال که در خصوص این اقداماتی که انجام گرفته هیچ مطلبی رسانه‌ای نشده. بنا به گفته یک مقام ارشد پیشین امریکا، پنتاگون یعنی وزارت دفاع امریکا، گزینه‌های درخواستی رو که از طرف گروه آقای جان بولتون مطرح شده رو تحویل داده، همونطور که گفتم، اما مشخص نیست این گزینه الان در شرایط کنونی تا چه اندازه در اختیار رئیس جمهور امریکا قرار گرفته و اینکه رئیس جمهور امریکا در این خصوص چه اظهار نظری کرده. در این حال همین روزنامه میگه که این شورا، یعنی همین شورای امنیت ملی امریکا، هنوز در حال بررسی این موضوع است. خیلی خوب، این خبری است که همطور که گفتم دیروز در مطبوعات امریکایی منتشر شده و همونطور که میدونید به دعوت آقای پامپئو وزیر امور خارجه امریکا قرار است که در اواسط ماه فوریه در لهستان یک نشست بین المللی، یک جلسه بین المللی برگزار بشه که نمایندگان کشورهای مختلف جهان در اونجا شرکت خواهند کرد و قرار است مشخصا در رابطه با مسئله از بین بردن امنیت یا بی‌ثباتی و از بین بردن امنیت منطقه توسط حکومت اسلامی ایران در اونجا بحث و گفتگو بشه و احیانا تصمیم گیری های هم صورت بگیره. میدونید که مدتی قبل آقای پامپئو در کالیفرنیا در شهر لس آنجلس در یک جلسه شرکت کرد و در اونجا تعدادی از ایرانی را هم دعوت کرد و در خصوص مسئله سیاست امریکا در رابطه با ایران مطالبی رو بیان کرد ایشون و در همونجا هم گفت ما برای اینکه حکومت اسلامی ایران رو وادار به تغییر رفتار خودش بکنیم 12 شرط رو براش قائل شدیم و در صورت که این 12 شرط انجام بگیره طبیعتاً رابطه امریکا با ایران میتونه تغییر پیدا بکنه و اگر نه در نتیجه امریکا به دنبال راه حل های دیگری خواهد گشت. مقامات ایران در رابطه با این 12 شرط پاسخهای روشن و مثبتی رو ندادن و نه تنها این کارو نکردن بلکه برون مانند همیشه با جدی نگرفتن این نوع مسائل و با برخوردهای غیر دیپلماتیک و سیاسی پاسخ این مطلب رو دادن. از اون زمان به بعد به نظر میرسه که گروهی که به عنوان سیاستگزاران سیاست خارجی امریکا در رابطه با ایران هستند نسبت به دوران گذشته بسیار فعالترن و ما میبینیم که آقای پامپئو هفته گذشته به خاورمیانه میاد، با کشورهای این منطقه با سرانشون ملاقاتهایی رو میکنه و در جلسات مختلفی در مصر در سایر کشورهای دیگه سعی میکنه که در خصوص مسائل ایران مطالبی رو طرح بکنه و اونها رو به اصطلاح دعوت بکنه تا در یک ائتلاف و در یک اجماع بزرگتر در مقابل تهدیدهای حکومت اسلامی ایران بایستن. این را هم اضافه بکنم در جلسه‌ای که در اواسط ماه فوریه در ورشو در لهستان برگزار خواهد شد وزرای خارجه کشورهای خاورمیانه مثل مصر، مثل اردن، مثل عربستان سعودی، مثل امارات متحده عربی و چند کشور دیگه خاورمیانه‌ای هم شرکت خواهند داشت. یعنی بدین معناست که دولت امریکا در رابطه با مسائل رژیم ایران به طور جدی وارد یک سیاست گام به گام شده و این مسیر رو که داره طی میکنه هر روز به نوعی
خطرناکتر و جدیتر میشه. دلیل خطرناکتر شدنش هم همین خبری است که روز گذشته وال استریت جورنال و همچنین سایر مطبوعات و رسانه‌های آمریکایی بهش اشاره کردن و مطرح کردن و گفتن که به اصطلاح پنتاگون در خصوص مسئله ایران طرح‌های نظامی رو آماده کرده و اون رو قرار است که تحویل رئیس جمهور آمریکا بدن. بنابراین در یک چنین شرایطی به نظر میرسه که همه ما ایرانی ها باید توجه بیشتری به این موضوع بکنیم. اما متاسفانه در باز هم در یک چنین وضعیت حساسی واکنش هایی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره به نظر میرسه که نه تنها سازنده نیست، نه تنها نمیتونه این تنشی که به وجود اومده اونها رو کاهش بده، بلکه میتونه با این چنین واکنش هایی که نمونه هاش رو خدمتون عرض خواهم کرد این وضعیت رو تشدید بکنه و این بحران رو به صورت جدیتری در بیاره. به همین خاطر ما در همین طول چند روز اخیر میبینیم که آقای ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و همچنین آقای روحانی در رابطه با مسئله نشست لهستان و اقدامی که یعنی دعوتی که از طرف وزارت امور خارجه آمریکا انجام شده دولت لهستان رو تهدید میکنن، سفیر لهستان در تهران رو فرا میخونن و با زبان تهدیدآمیزی میگوین که اگر لهستان بخواد کمک بکنه برای برگزاری این نشست ما جواب به اصطلاح تندی رو به اونا خواهیم داد و اونا باید منتظر باشن که این عمل اونها بدون پاسخ نخواهد موند. علاوه بر اون آژانس انرژی هسته ایران اعلام میکنه که ما غنی کردن اورانیوم 20% رو آغاز کردیم و این موردی است که برخلاف به اصطلاح قرار داده برجامه و طبیعتاً بهانه جدیدی رو درست میکنه برای جامعه بین المللی که ایران برخلاف تصمیماتی که در برجام گرفته شده که عملا الان به نظر میرسه که تقریبا این قرارداد ملغا شده است، ولی از اونجایی که رژیم ایران هنوز رسما چنین ادعایی رو نکرده این عملش به نوعی دهنکجی به تصمیماتی بوده که کشورهای پنج به علاوه یک گرفتن یا تفاهمی بود که سر مسئله برجام شده بود و به نظر میرسه یک چنین موضع‌گیری از طرف آژانس انرژی هسته‌ای ایران به نوعی میتونه این مسئله رو دامن بزنه و همونطور که عرض کردم سایر مقامات جمهوری اسلامی ایران که کسانی مثل رئیس جمهور و وزیر امور خارجه هم کشور لهستان رو تهدید میکنن و طبیعی است که در یک چنین وضعیتی در انتظار این مسئله باید بود که بحران بین امریکا امروز دیگه بحران فقط امریکا با ایران نیست، بلکه تمام اون کشورهایی که به لهستان خواهند رفت تا در خصوص مسئله نقش ایران در به هم زدن امنیت و ثبات منطقه عمل میکنه تمامی اونها در برابر ایران خواهند ایستاد. و همونطور که عرض کردم علاوه بر این اجلاس از پیشم 9 یا 8 کشوری که آقای پومپئو در سفر اخیرشون با نمایندگان اونا ملاقات کرده بود با همین هدف بود، یعنی یک اجماع جدید در منطقه در برابر جمهوری اسلامی ایران. اما واقعیت اینه که در یک چنین وضعیتی باز این رو هم اضافه بکنم که امریکا و فرانسه در طی روزهای گذشته به برنامه موشکی و پرتاب 2 ماهواره‌ای که ایران قراره به فضا پرتاب بکنه اخطار دادن و امروز هم آقای روحانی رسما اعلام کرده که ما هر 2 ماهواره رو به فضا خواهیم فرستاد. در این خصوص هم اخطار دولت فرانسه و رئیس جمهور این کشور در این مورد خیلی خیلی جدی بود و گفته شده بود که انجام این کار میتونه مسئله صلح جهانی رو حتی به هم بزنه. در نتیجه با یک چنین شرایط و با یک چنین وضعیتی که خدمتتون عرض کردم
علاوه بر مشکلات و مصائبی که در داخل ایران وجود داره و گسترش اعتراضاتی که در ایران روزانه شاهدش هستیم، و با توجه به این بحرانی که الان بخشی از اون بحران به اصطلاح منطقه‌ای و بین المللی رو خدمتتون عرض کردم، ما باید نگران باشیم که کشور ما در معرض آغاز یک جنگ دیگر میتونه باشه. اگر از من میپرسید، من معتقدم که احتمال این اتفاق بیش از 50% به دلیل اینکه هیچ نشانه ای از اقدامات یا تصمیم گیری های جدیدی از سوی حکومت اسلامی ایران برای وارد شدن به یک روابط دیپلماتیک سالم با کشورهای غربی وجود نداره، بلکه با همین یکی دو خبری که خدمتتون عرض کردم، مسئله پرتاب دو ماهواره و مسئله غنی‌سازی 20 درصدی و زبان تهدید در برابر لهستان و بی‌اعتنایی به پیام‌ها و درخواست‌های کشورهای اتحادیه اروپایی و همین مسئله اعتراض وزیر امور خارجه دانمارک و مقامات کشور هلند که ایران در اروپا اقدام به ترور مخالفین خودش میکنه و تقاضای تحریم‌های مجدد از طریق این دو کشور، همه اینها نشان دهنده این استش که جهان تصمیم گرفته که ایران رو و حکومت اسلامی ایران رو به شدت منزوی بکنه. این سیاست انزوا کردن و به اصطلاح نادیده گرفتن نقش حکومت اسلامی ایران در ایجاد حفظ صلح در منطقه و دنیا یکی از اون نشانه هایی است که هر گونه اقدام نظامی علیه حکومت ایران و در علیه کشور ما رو در نتیجه رو بیشتر میکنه. در یک چنین شرایطی چه کار باید کرد؟ واقعیت اینه که اگر تصمیم جهان و یا قدرت‌های بزرگ بین‌المللی این باشه که به خاطر سیاست‌های غلط حکومت اسلامی ایران باید به ایران حمله نظامی بشه، هیچ کس نمی‌دونه که درجه و میزان این حمله نظامی در چه سطحی خواهد بود. عده‌ای معتقدند که به احتمال زیاد کشورهای متحد امریکا و امریکایی و خاورمیانه‌ای در صورت اینکه تصمیم برای حمله نظامی داشته باشن به کشور ما، مراکز نظامی و هسته‌ای رو خواهند زد. ادعی هم به هر حال نظر دیگری رو دارم و این رو هم بگویم، ادعی میگوین که به هیچ عنوان احتمال حمله نظامی به ایران نیست، ولی با توجه به شواهد موجود به نظر من این عمل و این سیاست امکان پذیره. به قول معروف جنگ ادامه سیاسته. وقتی شما در سیاست به نتیجه نمیرسی با همه تلاشایی که میکنید و اون چیزی که هدفتون هست به دست نمیاد، ناگزیر به جنگ رو خواهید آورد. همیشه همینطور بوده. حکومت اسلامی ایران به هیچ وجه هیچ تمایلی برای توافق با جهانیان به خصوص با امریکا و کشورهای منطقه نداره. مرتب کشورهای منطقه رو تهدید میکنه، به خصوص عربستان و اسرائیل رو، و اونها هم همین کار رو میکنن. اونها هم مراکز نظامی جمهوری اسلامی رو در سوریه، اسرائیل میدونید که هفته گذشته بمباران کرده و مرتب بمباران کرده، ولی نه رژیم اعلام میکنه نه خود دولت اسرائیل. این جنگ وجود داره به طور به اصطلاح نیابتی، همین امروز، نه همین امروز، مدت هاست که وجود داشته. اما این جنگ محدود بوده، یعنی در کشورهای مانند سوریه انجام شده، در لبنان انجام شده، همین الان باز هم در خصوص به اصطلاح درگیری جنگی و نظامی بین اسرائیل و حزب الله لبنان وجود داره. وقتی میگیم حزب الله لبنان یعنی نایب حکومت اسلامی ایران در همسایگی اسرائیل، چون که موشک‌های انبوهی از تولیدات موشکی ایران در اختیار حزب الله لبنانه و حزب الله لبنان به نیابت از حکومت اسلامی ایران است که در مرزهای با اسرائیل از منطق جنگ استفاده می‌کنه. در نتیجه مسئله حمله نظامی ایران همونطور که عرض کردم
میتونه ادامه سیاست‌های شکست خورده‌ای باشه که جهانیان نتونستن ایران رو یا حکومت اسلامی ایران رو متقاعد بکنن که میتونن با گفتگو با هم و با به اصطلاح دیالوگ با هم و با یک سیاست به اصطلاح صحیح مشکلات موجود رو حل بکنن. این اقدام حداقل در حد مراوده و گفتگوی سیاسی در دوران آقای اوباما وقتی که رئیس جمهور امریکا بود خب انجام گرفت، ولی در همون زمان هم جمهوری اسلامی ایران نتونست از اون موقعیت استفاده بکنه برای بهبود شرایط و روابط خودش با امریکا و اتحادیه اروپا. خب برمیگردیم باز به این سوال که در صورتی که این جنگ صورت بگیره چه خواهد شد؟ همونطور که عرض کردم پیش بینی این که این جنگ در چه سطحی باشه و به چه شکلی کار دشواری، چون که ما نمیدونیم در واکنش احتمالا اگر به یک حمله نظامی محدود بخواد خلاصه بشه و مراکز هسته‌ای و نظامی ایران زده بشه ایران چه واکنشی نشون میده. اون چه که تا به حال دیدیم زبان تهدید بوده از سوی ایران، یعنی بدون توجه به واقعیت‌های موجود ایران هم پا به پای مخالفین خودش از زبان تهدید استفاده کرده، ماهواره به فضا میفرسته، آزمایشات موشکی میکنه، مانور نظامی میگذاره، بودجه تسلیحاتی سپاه رو بالا میبره، حضورش رو در سوریه ادامه میده، در عراق ادامه میده، با القاعده وارد مذاکره میشه، اونها رو به کشور ایران دعوت میکنه، هیئت ایران از به اصطلاح نیروهای طالبان رو معذرت میخوام و بعد ادعا میکنه که ارتباط ما با طالبان به خاطر حفظ صلح و بازگشت صلح در افغانستانه، چیزی که مورد تایید مسئولان و مقامات افغانی نیست. ما در این برنامه مدت هاست و پیش از اونم مدت هاست که در خصوص نقش آفرینی یک نیروی سیاسی جانشین، یک نیروی آلترناتیو که بتونه به نمایندگی از طرف مردم ایران و به طور واقعی در سرنوشت یا تعیین سرنوشت کشور ما دخالت بکنه صحبت کردیم. اتفاقاتی که در شرف انجام یا احتمالاً میتونه رخ بده از جمله مسئله حمله نظامی به ایران مسئله ساده ای نیست و همه ما میدونیم اگر این اتفاق بیفته ما ایرانی ها دیگه نقش سازنده‌ای و یا نقش تعیین کننده‌ای در عدم انجام این جنگ و یا در متوقف کردنش نخواهیم داشت. قطعاً وضعیت ایران با عراق و سوریه هم فرق خواهد کرد، با افغانستان هم فرق خواهد کرد. ما قوی ترین کشور خاورمیانه هستیم و کشوری هستیم که نه تنها خاورمیانه بلکه همه دنیا به او چشم دارن. بنابراین اتفاقاتی که در این کشور بخواد بیفته از طریق قدرت‌های خارجی متفاوت با اون چیزی خواهد بود که احتمالاً در عراق افتاده و همونطور که عرض کردم قابل پیشبینی نیست که حد و میزان این جنگ چه خواهد بود. من از شما خواهش میکنم و در این حال از تمام عزیزانی که در سازمان‌ها و احزاب سیاسی مختلف فعالیت میکنن که یک لحظه به این مسئله فکر بکنیم که در نبود یک نیروی آلترناتیو به نمایندگی از طرف مردم ایران حکومت اسلامی ایران همچنان با لجبازی و با سیاست‌های غلط این شرایط رو فراهم بیاره که جهانیان تصمیم بگیرن که باید به ایران حمله بشه. در اون صورت من فکر میکنم که ما همونطور که عرض کردم قادر به هیچ گونه تاثیرگذاری در آغاز این جنگ، آغاز احتمالی این جنگ و نتایجی رو که به بار میاره و کنترل اون و پایان دادن اون دیگه نخواهیم داشت. من یادم میاد که وقتی که 7 سال بعد از انقلاب اسلامی به خارج از کشور اومدم، در دوران جنگ در ایران بودم، البته جنگ هنوز ادامه داشت، وقتی به خارج اومدم خب شاهد این بودم که گروه سیاسی یکی از حرکت‌های اعتراضیشون
اعتراض علیه جنگه. یعنی هر بار در ایران حملاتی صورت می گرفت، گروه های سیاسی ایرانیان رو بسیج می کردن در شهرهای مختلف اروپا و امریکا که علیه جنگ تظاهرات بگذاره. اما واقعیت این بود که این تظاهرات ها و این اعتراضات کوچکترین تأثیری نداشت، به خصوص اینکه حکومت اسلامی ایران پای هیچ گونه مذاکره نمی اومد با عراق و عراقیان می دونستن که تسلیم شدن در برابر ایران به نفعشون نیست. بنابراین هر دو طرف به جنگ ادامه می دادن و قدرت های بین المللی هم از ادامه این جنگ به نوعی ناراضی نبودن، چون که ادامه این جنگ به هر شکلی که پیش می رفت به نوعی منافع اونها را هم تأمین می کرد. بنابراین اعتراض ما بعد از شروع یک جنگ دیگه در ایران نقش تعیین کننده نداره. مخالفت ما هم حتی در شرایط کنونی که بنده در این برنامه تلویزیونی بخوام بگم و مخالف این حمله نظامی هستم، به خاطر اینکه هر نوع جنگی میتونه آسیب‌های جبران ناپذیر به کشور ما بزنه، میتونه فاجعه بیافرینه، فجایعی به مراتب عمیق‌تر از فجایعی که در کشور سوریه و عراق پیش اومد، در افغانستان پیش اومد. بنابراین تا زمانی که در حد همین ابراز نظر و تأسف و تأثر و نگرانی است، مطمئن باشید که هیچ گونه تأثیری ما و هیچ گونه نقشی در متوقف کردن این جنگ نداریم. حتی اگر عده‌ای جمع بشن نامه سرگشاده بنویسن برای آقای ترامپ یا برای سازمان ملل یا هر جای دیگه، چون اونا وقتی که نامه های ما رو میبینن تشخیص خواهند داد که این نامه ها از طرف چه کسانی و چه گروهی اومده. دنیا تا به امروز کوچکترین اهمیتی به طور واقعی و جدی به اعتراضات اپوزیسیون پراکنده نداده. درسته که ما با افشاگری و فعالیت‌های خودمون تونستیم افکار عمومی جهان رو نسبتاً به مسائلی که در ایران می‌گذره را آگاه بکنیم، اما سیاست کلی کشورهای جهان با رژیم ایران یک سیاستی بوده است که عملاً فقط منافع اونا رو تامین می‌کرده، نه چیز دیگری رو. و ممکن هم است، عذر می‌خوام، ممکن هم است که در پاره از مواقع برخی از مقامات و چهره های شاخص اپوزیسیون ما رو یا گروه هایی که از امکانات و تشکیلات بزرگتری برخورد هستن هم باشون ملاقات هایی بکنن از طرف مقامات مسئول کشورهای مختلف، اما در تصمیم گیری اونها تأثیری نداره، به دلیل اینکه اونها موقعیت شخصیت های سیاسی ما، میزان نفوذشون، میزان سازماندهی اونها و همچنین سازمانهای پراکنده مختلف رو میدونن تا چه اندازه است و میدونن تا زمانی که این اپوزیسیون پراکنده است هر نوع اعتراض اونها و یا حتی ادعایی که اونها میکنن برای نقش آفرینیشون در فردا ایران یک ادعای بیپایه و اساسه. دلیلش هم روشنه و اون این هستش که امروز مردم کشور ما علی رغم همه اعتراضاتی که علیه حکومت اسلام ایران از خودشون نشون میدن، به طور واضح و روشن نگفتن که ما چه میخواهیم. گفتن جمهوری ایرانی میخواهیم. گفتن که حتی دیگر شعار مرگ بر جمهوری اسلامی هم داده میشه. این رو گفتن، ولی نگفتن که ما چه حکومتی رو میخواهیم، چگونه میخواهیم و تا چه اندازه امید دارن اصولاً به یک نیروی منسجم هدفمند قدرتمند. شاید به همین دلیله که برخی از طبقات جامعه ما هنوز به صحنه مبارزه وارد نشده. طبقه متوسط یا بهتر بگم لایه‌های بالایی طبقه متوسط ایران به میدان مبارزه نیامده. دلیلش اینه که اون طبقه متوسط نسبتاً آگاه جامعه ما و مانند هر جامعه دیگه میخواد بدونه که بعد از رفتن این رژیم چه خواهد شد. امروز معلمان بازنشسته جلوی سازمان فرهنگیان تجمع کرده بودند و شعار میدادند به خاطر وضعیتی که دارن، مسئله حقوقشون و مسئله بیمه و چیزهای دیگر. اما اینها اون طبقه متوسطی که مورد نظر ما هست نیستن.
امروز بخش زیادی از طبقه متوسط کم کم داره به طبقه فقیر و ندار ایران تبدیل میشه. حتی اونها هم دیگه نمیتونن زندگی خودشون رو به راحتی اداره بکنن. اما عرضم این بود که اون لایه های بالایی و مرفع طبقه متوسط، اون اشرافیت جمهوری اسلامی که وضعشون روشنه به طور کلی، اونها شاید تا روز آخرم بخش اعظمشون طرفدار جمهوری اسلامی بمونن، چون این اشرافیت رو توسط این حکومت به دست آوردن، بنابراین ناچارن ازش دفاع بکنن. اما اون طبقه متوسط شهرنشین نسبتا آگاه تصمیم خودش رو نگرفته، چون اون نیروی جانشین وجود نداره. شاید بعضی از ماها این روزا فکر کنیم که نه، شرایط آماده است، اگر این رژیم فرو بپاشه ما برمیگردیم، شعارهای ما، سوابق مبارزاتی ما یا نام ما یا وابستگی‌های خانوادگی ما، اینا کمک میکنه که مردم به سمت ما بیان. اما من فکر میکنم این خیال باطلی است. به صراحت اون چی که به نظرم میرسه میگم و آرزومم این بود که به واقع امروز ما نیروی رو داشتیم یا شخصیتی رو در درون اپوزیسیون داشتیم که میتوانست و تصمیم گرفته بود این رژیم رو برکنار بکنه و مردم هم اون رو پذیرفته بودن. هیچ نشانه دقیق و واضح و به اصطلاح عملی در این رابطه وجود نداره. من هم مانند بسیاری فکر میکنم تا زمانی که اون اتحاد قوی و اون ائتلاف وسیع گسترده و تشکیل یک جبهه ملی انجام نگیره، نقش آفرینی مخالفین حکومت اسلامی ایران در عرصه مسائل سیاسی کشور ما به خصوص در شرایط کنونی به هیچ عنوان عملی نیست. اما مسئله احتمال حمله نظامی به ایران مسئله جدیه و هیچ کدام از افرادی که امروز خودشون رو بدیل حکومت اسلامی ایران میدونن یا خودشون رو شخص یا نیرو یا حزب سازمان نجات دهنده مردم ایران میدونن، فرقی نمیکنه از جبهه ملی ایران گرفته تا حزب کمونیست کارگری تا سازمان های چپ دیگر تا اصلاح طلبان تا مشروط خواهان تا ما سکولار دموکرات ها تا جمهوری خواهان، همه و شخصیت های شناخته شده اپوزیسیون، کسانی مانند شاهزاده رضا پهلوی. اگر واقعا فکر میکنن که اونها میتونن ناجی کشور ما باشن، الان فقط موقعشه، یعنی الانی که هنوز حمله نظامی به ایران نشده، هنوز تصمیم نهایی و رسمی و علنی برای اینکه یک اجماع بین المللی به وجود بیاد برای انجام این کار شکل نگرفته. اما خوب دقت بکنیم تمام تدارکات لازم برای انجام این مسئله انجام شده. از جلسه که آقای پومپئو در لس آنجلس گذاشت و من اون موقع اون رو زیاد با اهمیت نمیدونستم و طرح اون 12 ماده برای اینکه رژیم ایران بیاد وارد مذاکره بشه، پشت میز مذاکره بشه و این مسئله حل بشه، تا سفر آقای پومپئو به خاورمیانه و ملاقات با سران کشورهای خاورمیانه برای یک اجماع منطقه‌ای و تا برگزاری این اجلاس بین المللی در ورشو برای یک اجماع جهانی در برابر حکومت اسلامی ایران و صرفاً به خاطر تهدید ناامنی و بی‌ثباتی که از سوی حکومت اسلامی ایران دیده میشه و حتی تا نقل و انتقال نیروهای نظامی امریکا توسط آقای ترامپ از سوریه و عراق، همه اینها نشانه این استش که جهانیان تصمیم دارن در رابطه با ایران یک تصمیم جدی بگیرن و این تصمیم جدی به احتمال زیاد حمله نظامی به ایران خواهد بود. چه کسی الان مسئول این کاره؟ اون کسانی که بیشترین ادعا رو دارن که مقام و منزلت و جایگاه و نفوذ وسیع‌تری رو در ایران دارن امروز چی میگن راجع به این قضیه و چه کار میخوان بکنن؟ دوستان عزیز، همیانان عزیز، من معتقدم تا چند سال اخیر که
از نزدیک شاهد فعالیت‌های افراد و گروه‌ها و سازمان‌ها و احزاب سیاسی مختلف بودم، معتقدم که یک دستی وجود داره که نمیگذاره که مردم ایران به اتحاد برسن و نمیگذاره اپوزیسیون ایران متحد بشن. بخشیش به خاطر اشکالاتی است که از سوی خود این احزاب و این شخصیت هاست، ولی بخش دیگر دست های پنهانی هستند که به این مسئله دامن میزنن و تشویق میکنن و زمینه ها رو طوری فراهم میارن که این اتفاق نیفته. تنها راه نجات کشور ما وحدت مردم ایرانه و تشکیل یک اتحاد ملی. ما باید به دقت اعمال، رفتار و سیاست های همدیگر رو کنترل کنیم. اعمال و رفتار و موضع‌گیری های تمام شخصیت های سیاسی اپوزیسیون رو به دقت نگاه کنید. از همشون بپرسید اگر شما میخواید ایران رو نجات بدید چگونه میخواید این کار رو بکنید؟ اگر معتقدید خودتون میتونید به تنها این کار رو بکنید، چرا این کار رو نمی کنید؟ چرا این فرصت ها رو دارید از دست میدید؟ چرا منتظر هستید که به ایران حمله نظامی بشه؟ و اگر شد اون موقع شما چه کار خواهید کرد؟ پیشا پیش میشه گفت و همطور که عرض کردم هیچ کاری. امروز دیگه مسئله این نیست که اگر یک نیروی سیاسی، شخصیت سیاسی در انجام این وظیفه کوتاهی بکنه، عمر حکومت اسلامی ایران یه مقداری طولانی میشه، احتمالا مردم ما یه مقدار رنج و سختی بیشتری رو متحمل خواهند شد، یه مقدار بیشتر گرسنگی میکشن، یه مقدار دختراشون بیشتر مجبور میشن که تن به فحشا بدن، جووناشون معتاد بشن. امروز خوندم که بیماری ایدز در بین جوانان ایرانی در حال شیوع بیشتری است. جوانان منظور کسانی که دانش آموزن و دانشجوان. بنابراین مسئله کنونی ایران دیگه بحث این نیست که اگر من کوتاهی کردم به هر حال فقط منتظر میمونیم تا خود هموطنانمون یک جای تصمیم قطعی خودشونو بگیرن، دیگه نرن به بد و بدتر رأی بدن و به هر حال دست به اعتراض بزنن که زدن. ولی منظورم اینه که شرایط کنونی ایران دیگه به مرحله بود و نبود داره نزدیک میشه. همونطور که عرض کردم در صورت شرف جنگ در کشور ما میزان فاجعه‌ای که به بار خواهد اومد قابل درک و قابل محاسبه نیست. یک ایران شخم زده، یک ایران ویران، یک ایرانی که میتونه آسیب‌های غیر قابل جبران رو به جان و زندگی و حیات هممیهنان ما بیانجامه رو نمیشه نادیده گرفت و نمیشه به سادگی ازش گذشت. من در رسانه‌های دیگر نگاه نکردم یا ندیدم یا نگاه کردم و پیدا نکردم که به این موضوع به اندازه کافی توجه نشون بدن. این خبر دیروز در سایت رادیو فردا منتشر شد و دیروز در روزنامه‌های آمریکایی و رسانه‌های آمریکایی منتشر شد. خبر من منظورم به مسئله به اصطلاح تصمیم گیری شورای امنیت ملی آمریکا برای گزینه‌های نظامی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران. من فکر می‌کنم که رسانه‌های ما وظیفه دارن که به این موضوع بیشتر بپردازن. از نمایندگان گروه های اپوزیسیون بخوان که در این خصوص نظرشون رو بگن و بگن چه کار میتونیم بکنیم پیش از اینکه فاجعه به بار بیاد، و به خصوص از شخصیت هایی که خودشون رو در حدی میبینن که قادرن نقش آفرین باشن، قادرن برای نجات کشور ما ایران اقدامات مؤثر رو انجام بدن. ازشون بپرسید اگر جنگ بشه چه کار خواهید کرد و برای جلوگیری از جنگ چه کار میشه کرد. جمله آخر رو بگم، من معتقدم با وجود یک اتحاد ملی، یک اپوزیسیون قوی، ما قادریم جلوی امریکا رو بگیریم، قادریم جلوی دنیا رو بگیریم برای حمله احتمالی نظامی به ایران. اما اپوزیسیون پراکنده، اپوزیسیون متشدد
کوچکترین تأثیری رو در این رابطه نخواهد داشت. بنابراین اگر این نظر درست باشد، ما وقت زیادی برای چانه زدن برای اینکه چطوری با هم متحد بشیم رو نداریم. اون کسانی که ادعای بیشتری رو دارن امروز باید نگرانتر از بقیه باشن و به همین خاطر باید برخیزند با اقدامات عملی خودشون به هر شکل ممکنی که شده این اتحاد رو به وجود بیارن. در غیر این صورت ما در برابر نسل‌های آینده کشورمون، در برابر همین نسل‌هایی که امروز در ایران زندگی می‌کنن مسئول هستیم و پاسخگو. از همه شما عزیزان که به این برنامه توجه کردید ازتون سپاسگزارم. تا فردا شاد و پیروز و سربلند باشید.